بیشتر صحبت می کنیم در این مورد با شهلا فرید عضو شورای عالی خانم فرید سلام با شما خوش آمدین به برنامه آیا شما هم مثل بانوان دیگر نگران از دست رفتن این دستاوردها هستیم؟ با عرض سلام ببینید زمانی که به رسانه ها بیرون میشم مصاحبه هایی که دو گفتم میشه که نظام افغانستان باید از بین بره نظامی که در قانون اساسی افغانستان تعریف شده قانون اساسی افغانستان باید تغییر بپذیره و, و همچنان اردو و پلیس افغانستان منحل شود این نه تنها بر زنان افغانستان تشویش خلق کرده بلکه به هر طبیع افغانستان که مدت را در داخل یک نظام تعریف شده قانون اساسی سپری کردن این تشویش را خلق میکنه ولی نبود زنان در مذاکرات یا در گفتگوهای مقدماتی که برای سال صورت میگیره نبود یا عدم حضور زنها تشویش های بیشتر زنها هستند زنها دو تشویش بسیار بزرگ دارن اول ای که مردایی که برای مذاکره میرن مردایی که برای گفتگو میرن میگن چون زنا در جنگ نقش نداشتن ضرور نیست که در مذاکرات صلح اینا حضور داشته باشه ما میپذیریم که زنا افغانستان یک افتخار است که در جنگ 18 ساله در افغانستان و بیشتر از 40 سال که جنگ در افغانستان ادامه داره زنای افغانستان در این جنگ شرکت نداشتن ولی باید ایره به صدای بلند بگویم که قربانی دست اول جنگ ها در افغانستان زنا بوده لذا اگر اینا در جنگ نقش نداشتن میتونن در آوردن صلح نقش بسیار اساسی را در کشور خود ایفا کنند ترس زنا است که مردایی که با چنین فکر میرن برای مذاکرات مقدماتی برای صلح و حضور زنا در اونجا کم رنگ است و یا همیش نیست فقط زنای در اونجا در, در نشست اشتراک میکنن که نمایندگی از احزاب میکنن نمایندگی از احزاب نمیتونه نمایندگی از تمام زنای افغانستان در حال که تاکید بر نقش زنان صورت میگیره چرا این کار به صورت عملی صورت نمیگیره و در بسیاری از موارد این نقش ها سمبولیک است انوز هم ببینید در چل سال جنگ در افغانستان و در 18 سال اخیر زنها هران چیزی را که بدست آوردن با مبارزه بدست آوردن این مبارزه از این هنوز ختم نشده متاسفانه مردهای سیاستگزار در افغانستان یا سیاستگذارهای افغانستان یک عده اندکشون بر زنا فکر میکنه و یک اکثریت از اینا انوز از لحاظ فکرشان زن در حاشیه فکرشان قرار داره ایش وقت در محور فکرشان قرار نداشته اما آیا زنان در حاشیه حکومت افغانستان نیست قرار دارن یا واقعا حکومت سهم بانوان رو مد نظر میگیره ببینید زمان که قانون اساسی افغانستان حکومت تطبیق میکنه زنا حراس ندارن قانون اساسی افغانستان حقوقات با افغانستان تضمین کرده و حقوق زنا افغانستان هم دو تضمین شده و حکومت افغانستان بعض تعهدات بین المللی هم در قبال زنای افغانستان داره ترس بیشتر زنا از این است که در ما در گفتگوهای مقدماتی که برای سال آغاز شده که یک طرف امریکا و یک طرف طالب است انوز ما سهم زنا رو در اینجا دیده نمیتونیم یا اصلا فکر در مورد خود زن نی بلکه در در ارتباط با موضوع زن صورت نگرفته حال زنا در افغانستان به قوت تبدیل شدن به یک موضوع تبدیل شدن باید به اون ما در هر مذاکره که آغاز میشه اگر او امریکا هست اگر طالب است مجبورا باید بحث از زنها رو داشته باشن مجبورا باید سر... مختلف برگزار شد خانم فرید آیا برای بانوان در این نشست ها نقش داده شد و نشسته که قرار است روز سه و چهارشنبه در مسکو برگزار شد و شما نقش بانوان را چگونه می‌بینید؟ در نشست مسکو دو نفر یا سه نفر از زنها دعوت شدن که اینا به نمایندگی از احزاب دعوت شدن اینا زنای نیستن که جامعه از عضو جامعه مدنی باشه یا زنای باشن که بتونن صدای تمام زنای افغانستان اونجا بلند کنن اگر چی زنها هم باید تعهد به مسکو رفتن و گفتن ما به نمایندگی از زن افغانستان اونجا خواد بودیم ولی آنقدر سهم از اینا محدود است و بسیار محدود و محدودتر است که شاید در افت 70 نفر اگر دو نفر زن جای بر صدای زن نباشه ما از این سبب تشویش خود داریم و تعداد مردایی که در این نشست اشتراک کردن یک اندک از اونها در محور فکرشان زنا قرار داره این هم یک ترس برای زنای افغانستان است لذا امروز تجمعی را که زنای افغانستان داشت تنها زن کابل در اونجا نبود صدای زن کوپاهای های افغانستان بود زن صدای زن تمام افغانستان بود تا ما بتونیم با یک صدای منسجم و با, انسجام خود صدای خود به جهانیا برسانیم و همچنان برای کسایی که در گفتگوهای های مقدماتی سهم داره بیاین بگوین که حالا چیگونه میشه برای بانوان نقش داده شده که تاثیرگذار باشه نقش که خود بانوان از حقوقشان از دستاورت دفاع کنه ببین اگر تضمینات تزمی... را که قانون اساسی افغانستان بر زنان افغانستان داره طرف های مذاکره و طرف های گفتگو قانون اساسی افغانستان در نظر بگیرن و تعهدات بین المللی خود در نظر بگیرن در قبال زنان افغانستان زن افغانستان به او حد خود رسیده که امروز بتانه خودشان از حقوق خود دفاع کنه زن افغانستان سیاسی فکر میکنه زن افغانستان بر نظام افغانستان فکر میکنه زن افغانستان بر حاکمیت قانون اساسی افغانستان فکر میکنه نه تنها به منفعت زن افغانستان زن افغانستان کسی است که اولاد افراد در جنگ هایی که خودش در جنگ دخیل نبوده از دست داده لذا فکر را که امروز افغانستان میکنه برای موجودیت نظام افغانستان میکنه برای موجودیت قانون اساسی افغانستان میکنه و بالاخره برای حقوقی را که اسلام و حقوقی را که اعلامی جهانی حقوق بشر برای بشریت داده برای انسانیت داده به او فکر میکنن تنها برای خود فکر نمیکنن شما که عضو شورای عالی سال هستین و بارها شورای عالی سال گفته که ما تلاش داریم که دیدگاه ها را منسجم کنیم تلاش داریم که زمینه گفتگوهای بین الافغانی به وجود بیاید آیا واقعا از طرف طالبان چراغ سبز هم دید نشان داده شده آیا واقعا فکر میکنین که دیدگاه طالبان در برابر زنان افغان تغییر کرده؟ ببینید ما تغییر را در دیدگاه طالبا دیده نمیتونیم تا زمانی که اونا واضحاً در ارتباط به زنهای افغانستان در ارتباط به موضوع زن افغانستان در مذاکرات خود در گفتگوی خود خطاب قرار بدن زنهای افغانستان این نمیبینیم کوشش هایی که, را، کوشش هایی را که بر اجماع ملی شورای صلح افغانستان انجام داده این کوشش‌ها ها در حد رسیده نتیجه داده و یک اجماع در سر تا سر افغانستان بر صلح به وجود آمده حتی در این اجماع نقشه راه به وجود آمده که تا ما به صلح برسیم ولی متاسفانه عدم اجماع سیاسی در افغانستان اجماع مردمی را زیر تاثیر خود قرار داده متاسفانه امروز اجماعی که در بر رسیدن به صلح در بین سیاست افغانستان موجود وجود نداره او اجماع مردمی را زیر سوال قرار داده لذا بار بار از این عدم اجماع سیاسی در افغانستان دشمنان افغانستان و اونایی که میخواین برای صلح گفتگوهای مقدماتی را داشته باشن سوء استفاده میکنن. شما من حیث بانوی افغانی که عضو شورای عالی سال هم هستین و فعالیت های زیاد داشتین آیا با آینده شما خودتان و با آینده دیگر بانوان خوشبین هستین اگر تضمین در گفتگوهای سال به وجود بیای خصوصا وقت توافقات سال صورت میگیره و مستقیم طالبان مردم افغانستان اگر با حکومت افغانستان نمیخواین مذاکره کنن با مردم افغانستان مجبورن که اونا مذاکره کنن اگر اونا با مردم افغانستان مذاکره نمیکنن پس چگونه داخل افغانستان میشه چگونه حکومت داری را پیش میبرن در افغانستان من فکر می کنم که اگر اونا یک طرف مذاکرات چون مردم افغانستان باشه حکومت افغانستان باشه تضمینات بر حقوق زناب به وجود بیه هیچ تشویشی ما نداریم ولی متاسفانه تا فعلا طرف مذاکره طالب یا طرف گفتگوی طالب حکومت افغانستان نیست مردم افغانستان نیست اگر اگر حکومت طرف مذاکره خود قرار نمیتن حداقل مردم افغانستان باید طرف از اینا باشه وقتی مردم افغانستان طرف مذاکره نباشه خام خام های تشویش را داریم چون جهانیان فعلا بر زن افغانستان فکر نمیکنن اما آیا... ما مردم افغانستان باید به این مورد فکر کنند. اما آیا شورای ریسال افغانستان جریان ها احزاب سیاسی به حفظ دستاورت های بانوان فکر میکنند؟ کشش در داخل افغانستان جریان داره این کشش تنها زنهای افغانستان نیست بلکه یک عده از مردم افغانستان خوصا جوان های افغانستان که اونا هم قربانیای جنگ هستند، اونها هم به این فکر میکنن ما امروز تانستیم زن افغانستان تانستن که یک اجماع را به وجود بیاره ان قریب نشسته 3000 زن افغانستان در داخل کابل صورت میگیره که از اونجا یک صدای واحد بلند خواد شد که زن افغانستان نباید فراموش و زن افغانستان به بر نمیگرده خط سرخ شما و شورای آلی صلح در کل در این روندها چی است؟ خط سرخ شورای صلح و مردم افغانستان قانون اساسی افغانستان است صلح با عدالت است صلح احترام به حقوق شهروندی است صلح احترام به حقوق مدنی اتباع افغانستان است این خطوط سرخ است که هم شورای عالی صلح هم زنای افغانستان و هم مردم افغانستان او را به خطوط سرخ خود در مذاکرات صلح خاطر شناخته آقای خلیلزاد سفرهای را که تاکنون داشتند و در بسیاری از موارد جزئیات این سفرهایشان را با رهبران حکومت و شما را از چهره ها در میان گذاشتند شما چی فکر میکنین با توجه به این جزئیات سفرهایشان و صحبتهایشان آیا واقعا پیشرفت صورت گرفته که محسوس باشه ما حس کنیم که نزدیک شدیم به صلح؟ پیشرفته که در مذاکرات به رهبری آقای خلیلزاد صورت گرفته ما فکر میکنم خلیلزاد فعلا سر دو خواست امریکا در با طالبا در مذاکره است و می میخواهد زمینه مذاکره مستقیم حکمت با یا دولت با طالبا مساعد بسازد دو نتیجه کونا بعد از تاوردن به نفع امریکا بوده نه به نفع افغانستان که یکی بیرون شدن اساکر افغ... امریکا از افغانستان است و دیگه هم که افغانستان دوباره به یک منطقه تر... تروریستی علیه امریکا تبدیل نشه تا این ای دو از طالبا گرفته ما فکر میکنم که هنوز دور است که برای مردم افغانستان صحبت در اونجا صورت گرفته باشه هنوز چون این چیز به وجود نمیده امیدوار هستیم که داینده آینده این چیز به وجود اومده ممنون شعلا فرید از شورای عالی سال حضور شما در برنامه ما ادامه محور تا لحظات دیگر